دنیای کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب میرزا تقی‌خان امیر کبیر، مسافرت به ایروان، رجب 1253. در سال 1253 موقعی که محمدشاه در خراسان و فرهاد میرزای معتمدالدوله به نیابت از او در تهران بود، به شاه خبر رسید که امپراتور روسیه نیکولای اول به عزم گردش به بلاد قفقازیه جنوبی، یعنی ولایاتی که در جنگ‌های بین روس و ایران از ایران جدا شده، می آید و به مرز ممالک شاهنشاهی نزدیک می شود. محمدشاه مأموری مخصوص از خراسان به تهران پیش فرهاد میرزا فرستاد که تحف و هدایایی لایق به تبریز پیش محمد خان زنگنه ی امیر نظام بفرستد و او را مأمور کند که به همراهی ناصرالدین میرزای ولیعهد که در این تاریخ قریب به 8 سال داشت، به عنوان استقبال و اظهار ملاتفت از جانب پادشاه ایران عازم ایروان گردد. محمد خان امیر نظام پس از رسیدن تحف و هدایای ارسالی از تهران و وصول دستور محمد شاه با ولیعهد و جمعی دیگر از همراهان عازم ایروان گردید. در ماه رجب 1253 به آن شهر رسید. همراهان ولیعهد و امیر نظام عبارت بودند از حاجی ملا محمود نظام العلمای تبریزی، معلم ولیعهد، عیسی خان پسر محمد قاسم خان اعتزادالدوله قوانلو، برادر مهد اولیا و داعی ناصرالدین میرزای ولیعهد، محمد طاهر خان قزوینی، مأمور مخصوص محمد شاه و حاجی میرزای آقاسی که از خراسان برای تهیه اسباب سفر ولیعهد و تقدیم هدایا و نامه مخصوص محمد شاه آمده بود، میرزا محمد تقی خان فراهانی وزیر نظام یعنی امیر کبیر، میرزا محمد حکیم باشی، میرزا علی اکبر تبریزی مترجم. پس از ورود ولیعهد و امیر نظام و همراهان ایشان به ایروان، از طرف امپراتور نیکولا باران روزن مترجم مخصوص به احوال پرسی آمد و فردای آن روز ایشان را پیش امپراتور برد. خلاصه شرح این ملاقات را از روزت الصفای ناصری در زیر نقل می کنیم. چون به منزل خاص اعلی حضرت امپراتور اعظم رسیدند، در اتاقی بزرگ که متصل به اتاق خاص امپراتور بود فرود آمدند و بر کرسی ها و صندلی ها برنشستند. ناگاه اعلی حضرت امپراتور اعظم دری از درهای منزل خود را برگشاده، حضرت ولیعهد را از صندلی برداشته، در بر گرفته به اندرون اتاق خاص خود برد. عیسی خان قاجار نیز بی فاصله از قفای ایشان بدان اتاق درآمد. امپراتور دیگر بار در را ببست، شاهزاده ولیعهد را در دامن و بر ران خود بنشاند و بنیاد ملاتفت و مهربانی کرد. ولیعهد را به خنده و تبسم و سخن و تکلم تکلیف و ترغیب همی فرمود. انگشتری گرانبها که به صورت همایون امپراتور مصور بود، از انگشتر مبارک برآورده به انگشت اشرف اعلی کرد و فرمود که هر وقت از اوقات هرچه میخواهی از این عم بزرگ بینی خود بخواه که به تو خواهد داد.
دیگر بار در را گشود و جناب امیر نظام و عالی جناب حاجی ملا محمود معلم را به درون خواند و از آن پس میرزا محمد تقی خان وزیر نظام و محمد طاهر خان وکیل را که حامل هدایا بود بخواست. نامه مودت ختامه شاهنشاه ایران را با رشته های مروارید و بافته های کشمیری و از پای ترکمانی و عربی را به حضور آوردند. میرزا محمد حکیم باشی و میرزا علی اکبر تبریزی مترجم نیز در آمدند. چون جناب امیر نظام را به واسطه ی نقرس درد پایی بود، اعلی حضرت امپراتور اعظم از کمال مرحمت و رأفت دست بر شانه و کتف امیر نظام نهاده فرمود که پای تو درد می کند، بنشین. امیر نظام امتثال امر اعلی بر صندلی فرو نشسته و اعلی حضرت امپراتور و سایر امرا همچنان ایستاده بودند. به شاه میرخان دیلماج فرمود که از امیر نظام بپرس که هر یک از همراهان ولیعهد را معرفی کند و پس حال عالی جناب معلم را پژوهش فرمود. امیر نظام گفت که از بزرگان علمای آذربایجان و معلم نواب شاهزاده ولیعهد است. مترجم جواب را به امپراتور عرض کرد. دیگر باره از جانب امپراتور به حاجی مذکور سفارش کرده که در تربیت و تعلیم این گوهر گرانمایه کمال اهتمام نمایه که مورد اجر و نفع دنیا و آخرت و دعای خلایق خواهی بود و من نیز تربیت و تعلیم ولیعهد را به تو می سپارم. حاجی عرض کرد که چون رجوع این خدمت به قلب دو شاه بزرگ که دل هر یک محل الهام غیبیست بروز کرده، امید که به توجه ایشان از عهده خدمت توانم برآمد. بعد از ترجمه این سخن مایه خوشنودی و تحسین اعلی حضرت امپراتور شده، پس احوال محمد طاهر خان وکیل را باز پرسید. مترجم عرض کرد که امیر نظام عرض می کند که نوکر بزرگ نایب السلطنه مغفور بوده، در آن حضرت محرمیت داشته و اکنون حامل هدایاست. جواب فرمود که محرمیت به نایب السلطنه منصب بزرگی است. پس استفسار از حال میرزا محمد تقی خان فراهانی نمود. امیر نظام عرض کرد که مستوفی و خزانه دار نظام بوده و به واسطه ی خدمت اکنون به وزارت نظام رسیده. در سفر سابق در پترزبورگ به حضور مبارک امپراتور شرف یاب شده. امپراتور فرمود که الحمدلله یک بار دیگر رفیق خود را دیدیم. بعد از آن به لغت روسی فرمود که احوالت خوب است. وزیر نظام هم به زبان روسی عرض کرد الحمدلله از التفات امپراتور اعظم. از آن پس حال میرزا محمد حکیم را پرسید. عرض شد که حکیم باشی ولی عهد است. پس التفات به میرزا محمد حکیم باشی فرموده گفت پای امیر را زود معالجه کردی و من از تو راضی شدم. امیر نظام از روی صندلی برخاست که به ایستد، دیگر بار امپراتور دست بر دوش امیر نهاده حکم نشستن فرمود و چون در وقت ورود نشانی به میرزا علی اکبر داده بود به وی فرمود نشان تو مبارک باد. پس از این تفقدات شاهزاده ولیعهد را اذن بازگشت به منزل داده با امرا روانه شدند و امپراتور در اتاق را بست. در این حکایت صحبت از آن است که نیکولای اول امپراتور روسیه به زبان روسی از امیر احوال پرسی کرد و او نیز به روسی جواب داد. البته امیر که جوانی باهوش بود و در تبریز در دستگاه نایب السلطنه و قائم مقام و محمد خان امیر نظام با مترجمین روسی و بعضی از مأمورین رعیت روسیه سر و کار داشته، به همین خاطر امیر به زبان روسی آشنایی پیدا کرده بود و شاید هم تا حدی از عهده فهم و تکلم به آن لسان برمی آمده. اما به نظر نمی آید که مرحوم امیر در این زبان تحصیلاتی کرده و به دقایق و رموز آن به طور کامل آشنایی پیدا نموده، زیرا او در ایامی که وزارت خارجه را در عهده داشته در ملاقات و مذاکرات با وزیر مختار روسیه همیشه به وسیله مترجم از قبیل نظر آقا یمین السلطنه گفتگو می کرده. جلوس ناصرالدین شاه و صدارت امیر کبیر.
محمد شاه که از مدتی پیش به مرض نقرس ابتلا داشت و اخیراً باد سرخ نیز بر مزاجش استیلا یافته بود، در شب سه‌شنبه ششم شوال از سال 1264 در قصر جدید محمدیه که خود او به تازگی در مغرب تجریش شمیران بنا کرده بود، پس از 14 سال و 3 ماه سلطنت فوت نمود. دوره ناخوشی محمد شاه قریب به 3 ماه طول کشید و در 20 روز اخیر تقریبا مسلم شده بود که او از چنگ مرگ رهایی نخواهد یافت. به همین جهت وزرای مختار انگلیس و روس برای آوردن ولیعهد از تبریز و حفظ رشته انتظام امور از طرفی و حاجی میرزای آقاسی برای ادامه صدارت خود و مخالفین او برای کوتاه ساختن دست او از کارها از طرفی دیگر به جنب و جوش افتاده و بازار توطئه و تحریک سخت بالا گرفته بود. وزیر مختار روس دالگاروکی پس از مشورت با کلونل فرنت کاردار سفارت انگلیس چنین قرار داد که به محض وصول خبر مرگ محمد شاه فوراً یکی از اعضای سفارت را چاپاری روانه تبریز نماید تا ولیعهد را به اسرع اوقات ممکنه به تهران برسانند و به این ترتیب جلوی خیالات سوء جمعی از درباران و عمران را که هر یک به نفع خود در کار طرح نقش هایی بودند بگیرند. اما جمعی از همین درباران برای آنکه خبر مرگ شاه به زودی به ولایات نرسد و ولیعهد تا مدتی از آن آگاه نشود، دست جاتی از کسان مسلح خود را بین قصر محمدیه و تهران در سر راه گذاشته بودند تا از عبور و مرور قاصدین خبر جلوگیری کنند و تا می توانند در انتشار واقعه فوت محمد شاه باعث تأخیر شوند. با این حال هیئت‌های نمایندگی انگلیس و روس که در تقرب به ولیعهد و اعمال نفوذ در همراهیان او بر یکدیگر خیال سبقت جویی داشتند و حاجی میرزای آقاسی که از قصد مخالفین مقام بلکه جان خود را در خطر می‌دید، هیچ کدام منتظر فوت محمد شاه نشدند. چون همه یقین کرده بودند که شاه به همین زودی دنیا را ودا خواهد کرد و هر کدام قاصد و مأموری روانه تبریز نمودند. کلونل که به وسیله اتبا دریافته بود که شاه تا چند ساعت دیگر بیشتر زنده نخواهد ماند، فوراً قاصدی از جانب خود به تبریز فرستاد. دالگاروکی هم نامه و قاصدی پیش آنچیکوف قنسول روس در تبریز روانه کرد و حاجی هم به همین طریق عمل نمود، به طوری که خبر مرگ محمد شاه در 6 ساعت از شب پنجشنبه 11 شوال در تبریز به ناصرالدین میرزا ولیعهد رسید. او از همان شب مهیای حرکت به تهران گردید. حاجی میرزای آقاسی که در تمام دوره صدارت با بدگویی و استبداد و بیکفایتی و خرابکاری همه مردم را از عالی تا دانی از خود رنجانده و در حفظ مقام جز شخص محمد شاه پشت و پناهی نداشت، در روزهای آخر حیات محمد شاه از ترس جرأت آنکه از قلعه عباس‌آباد بیرون آید نکرد. حتی در مراسم تکفین شاه نیز حاضر نشد. با این احوال باز از خیال جاه طلبی و ریاست خواهی دست بر نداشته بود. چنان که از همان ایام که محمد شاه در حال احتضار سر می کرد، چند مراسله به رضا قلی خان هدایت که لله باشی عباس میرزا برادر کوچکتر ناصرالدین میرزای ولیعهد بود نوشت. از او جدن خواست که عباس میرزا را پیش حاجی ببرد. غرض او این بود که عباس میرزا را تا ورود ولیعهد در تهران نایب السلطنه قرار دهد و خود ظاهراً تحت حمایت و به نام او کماکان زمامدار باشد و باطناً پادشاهی کند. اما رضا قلی خان لله باشی از ترس مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه میرزا که دشمن عباس میرزا و مادر او بود و به ملاحظه مخالفت سخت رجال دولت با حاجی میرزای آقاسی تکلیف او را نپذیرفت و عباس میرزا را پیش حاجی نبرد. بعد از ناامیدی از این مقدمه، حاجی به خواهش و تمنای اعیان درباری را به عباس آباد پیش خود خواست. نه ایشان به عباس آباد رفتن، نه حاجی به قصر محمدیه آمد. از طرفی دیگر جمعی از صاحب منصبان ماکویی و ایروانی که همشهریان و بستگان حاجی بودند و به قدرت و به اسم او به مردم ستمهایی بسیار کرده و به این وسیله مقتدر و متنفذ شده بودند، به هواخواهی او قیام نمودند.
عمرا و متنفذین دولت مثل میرزا یوسف مصطفی الممالک و میرزا محمد خان کشیکچی باشی و عباس قلی خان والی و محمد حسن خان سردار ایروانی بالاخره شبانه از قصر محمدیه خود را از راه کوچه باغ‌ها به محل ییلاقی سفارت انگلیس رساندن و به اولیای سفارت گفتند که ایشان حاضرند تا ورود ولیعت زمام امور دولتی را در دست بگیرند. پس از ورود ولیعت خدمتگزار صمیمی او باشند، ولی به هیچ وجه حاضر نیستند که زیر بار امر حاجی میرزای آقاسی بروند. کاردار سفارت انگلیس به ایشان گفت که در این قضیه البته باید نظر وزیر روسیه را نیز جلب کرد. به همین جهت عمرای درباری روز بعد با دالکروکی هم ملاقاتی کردند و در نتیجه کاغذی را به امضا رساندند که ایشان نسبت به ناصرالدین میرزا شاه جدید صدیق و وفادار بمانند. اما حاجی میرزای آقاسی باید به کلی از کارها کناره بگیرد و نظامیانی را که گرد خود جمع آورده متفرق سازد. دالکروکی و کلونل پس از گرفتن این کاغذ قول دادند که حاجی را وادار کنند که در قلعه عباس آباد آسوده بنشیند و از تحریک و تشبث دست بردارد، چون این قرارنامه به اطلاع مهد اولیا مادر ولیعت و علی قلی میرزا پیشکار او رسید. مهد اولیا دستخطی دایر به عزل حاجی از صدارت صادر کرد و حاجی به کلی از این بابت مأیوس گردید. روز بعد از افشای این قرارنامه حاجی غفلتاً از عباس آباد به خزانه خود در ارگ تهران آمد. قریب 1200 نفر از همان اتباع ماکویی و ایروانی خود را گرد خیش فراهم ساختند. دروازه ها را بس و روابط شهر را با خارج قطع نمود. اما مردم تهران بر ایشان قیام نمودند و برای کشیدن انتقام از آن جماعت متعدی ستمگر به مخالفت و زد و خورد با آنان پرداختند. به سهولت آن عده را متفرق و فراری ساختند. حاجی چون دید به عزم آذربایجان از تهران عازم قریه یافت‌آباد که ملک خود او بود شد. اما در آنجا هم رعایا به تخفیف و توهین او برخواستند و چون دریافت که به این وضع هرگز نخواهد توانست خود را به آذربایجان برساند، فراراً به حضرت عبدالعظیم درآمد و در آنجا متحسن گردید. تمام این حوادث در مدت 3 روز از 6 شوال تا 9 این ماه اتفاق افتاد. پس از آنکه خاطر عمرا از بابت حاجی و اتباع او مطمئن شد، به کار نقل نعش محمد شاه از قصر محمدیه به باغ لاله‌زار که در خارج تهران بود پرداختند. مهد اولیا زمام کارها را به عنوان نیابت از پسرش ناصرالدین میرزا در دست گرفت. میرزا نصرالله صدرالممالک اردبیلی معلم سابق محمد شاه را که دم از عرفان و ادب میزد و در شعر نصرت تخلص میکرد و با حاجی دشمنی و عنادی تمام داشت، به صدارت برداشته شد. عمرا کارها را به مشورت میگذاردند و احکام دولتی را به توسط شاهزاده علی قلی میرزا به صحه مهد اولیا میرساندند. اما اوضاع سخت قرین هرج و مرج بود، زیرا هر یک از عمرای درباری رأی خود را از آراء دیگران صائب‌تر می‌شمرد و به میل شخصی در امضای امور دستور می‌داد. هیچ یک نیز خود را برای صدارت در دستگاه پادشاه جدید از دیگران نالایق‌تر نمی‌پنداشتند. راه‌های اطراف تهران به هیچ وجه امنیت نداشت و مردم شهر در بی‌تکلیفی و بیم و هراس به سر می‌بردند. تنها کفایت و لیاقت مهد اولیا فی الجمله نظم و آرامش را حفظ می کرد و به کارها سر و صورتی ظاهری می داد. در این هنگام مدعی دیگری برای صدارت پیدا شد. آن میرزا آقاخان نوری وزیر لشکر سابق بود که در 2 سال و کسری قبل، یعنی در محرم 1262، او را حاجی میرزای آقاسی در پیشگاه محمد شاه مقصر کرده. شاه پس از زدن چوب و مصادره 12,000 تومان به کاشان تبعیدش نموده بود. میرزا آقاخان نوری که مدت این 2 سال و کسری با برادر خود میرزا فضل الله در کاشان در حال تبعید به سر می برد، دایما برای برگشتن به تهران و مداخله در کارهای دولتی دست و پا می کرد. با اینکه وی از مدتی قبل خود را به سفارت انگلیس بسته بود و تحت حمایت آن دولت میزیست، تا تاریخ فوت محمد شاه به علت نفوذ فوق‌العاده حاجی میرزای آقاسی در مزاج شاه و بستگی کلی او به سفارت روس، نتوانسته بود راهی برای مراجعت به تهران به دست بیاورد.
اما قبل از حرکت از تهران به کاشان به ناصرالدین میرزای ولیعهد توسل جسته و دستخطی نیز از ولیعهد دریافت کرده بود که چون او به سلطنت برسد میرزا آقاخان را به وزارت لشکر برگرداند. پس از وصول خبر مرگ محمد شاه به کاشان، میرزا آقاخان به استناد همان دست خط ولیعهد بدون اجازه دولتی خود را به عجله به تهران رساند، ولی از دم دروازه به کاردار سفارت انگلیس ورود خود را اطلاع داد و اجازه دخول گرفت. مهد اولیا که از پیش با میرزا آقاخان سابقه الفت داشت و از ورود او بسیار مسرور شده بود، امر داد که جمعی از او استقبال کردند و او را در قصر خورشید منزل داد و دستخطی به او سپرد که چون پدران وزیر لشکر به پادشاهان قاجاری خدمت کرده ان، ناصرالدین شاه نیز او را منظور نظر قرار خواهد داد. عمرای درباری و صاحب منصبان لشکری برای آنکه پس از ورود ولیعهد چه کسی را به مقام صدارت بردارند به دو دسته منقسم بودند. یک دسته طرفداران میرزا نصرالله نصرالممالک اردبیلی که بیشتر از مردم آذربایجان بودند. دسته دیگر طرفداران الله یارخان آصف الدوله دولو خال محمدشاه که از سال 1239 تا 1244 صدارت فتحعلی شاه را داشت. افتضاحات او در طی جنگ‌های دوم روس و ایران مشهور است. میرزا آقاخان با وجود حمایت سفارت انگلیس و تعلق مهد اولیا که از طرفداران صدرالممالک بیمناک و متنفر بود، به علت تبعید و دوری بالنسبه طولانی از تهران به ناچار خود را در سلک اتباع آصف الدوله کشید. میرزا یوسف مصطفی الممالک همچون بسیار جوان و سنش قریب به 27 بود، هیچ گونه ادعایی برای این مقام نداشت. این بود اوضاع تهران. اما اوضاع ولایات از جهت هرج و مرج و بی‌نظمی 100 درجه از پای تخت بدتر بود. هر جا مدعی و گردنکشی قیام کرده و سراسر مملکت را انقلاب و آشفتگی فرا گرفته بود. این جمله را به تفصیل در فصل بعد یادآور می‌شویم و می‌گوییم که امیر چگونه تمام آنها را از میان برداشت و کشور را قرین نظم و آرامش کرد. اما در تبریز چون این خبر به ناصرالدین میرزای ولیعهد که از سال 1261 به ولیعهدی منصوب و از تاریخ رجب 1263 در آنجا به این سمت میزیست رسید. وزیر خود میرزا فضل الله نصیرالملک علی آبادی از مستوفیان سابق دیوان محمد شاه را که در حقیقت پیشکار کل آذربایجان بود به حضور خواست. به او تکلیف کرد که جهت تعدیه قروز ولیعهد در تبریز که بالغ بر 18,000 تومان بود و تهیه اسباب سفر پولی فراهم سازد. چون نصیرالملک خود را از عهده این کار عاجز دید، اظهار یأس و ناامیدی کرد. ولیعهد به میرزا تقی‌خان فراهانی وزیر نظام که بعد از مراجعت از سفارت ارزنت و روم چون امیر نظام زنگنه در سال 1257 فوت کرده و مقام او خالی بود، در حقیقت جانشینی او یعنی امارت نظام سپاه آذربایجان را داشت متوسل شد. از او حل این معما را خواست. میرزا تقی‌خان وزیر نظام که کفایت و درستی و امانتش را همه مردم تبریز دیده و پسندیده بودند، بدون تردید و تهاشی انجام مهم را به عهده گرفت. وزیر نظام پس از تعزیت و تسلیت و تبریک و تهنیت سلطنت اظهار شگفتی نموده و معروض داشت که شاهنشاه ایران و مالک الرقاب ایرانیان نباید در فراهم نمودن نقود یا نظم ثغور و حدود درماند و رفع اشرار و امنیت بلاد و امثال را به چیزی شمارد. اگر عرایض این خانزاد را گوش فرا دهید و به قبول تلقی فرمایید، این چاکر در پناه مراحم شاهنشاهی تمام مشکلات را حل نموده و معضلات امور را فیصل می دهم. شاه را از سخنان او طمأنینه و امید سرشار پدیدار شد و فرمود: اکنون فراهم نمودن نقود را که از سایر کارها مهمتر است به چه وسیله تهیه خواهی کرد؟ امیر گفت: خطابی به چاکر رقم فرمایید که میرزا تقی‌خان فراهانی مبلغی که لازم است از هر که قرض نموده سند دهد. از طرف ما صحیح و ممزاز تا مبلغی کافی که علاوه بر ادعای وام مصارف مسافرت را نیز انجام نماید قرض گرفته تقدیم دارم.
پس از گرفتن دست خط یکی از تجار تبریز را که با هم سوابق درستی داشته و به معاملات و معاهدات وزیر نظام اطمینانی کامل حاصل نموده بود ملاقات فرمود. 30,000 تومان به عنوان قرض بگرفت که در ورود به تهران ادا نماید. فردای آن روز تمام نقد مرقوم را در پیشگاه همایونی حاضر نموده و برخلاف آنچه از تهران نوشته و تصویب نموده بودن معروض داشت که مسافرت مرکز خلافت با لشکری لایق و تهیه فایق لازم است. تا یک هفته همه را انجام خواهم داد و در 19 شوال که شاهنشاه جوان عزیمت تهران نموده بود 1,000 مرد سپاهی از سواره و 1,500 خیمه با سایر لوازم آماده و مهیا نمود و چنان که اسباب عبرت عموم ارکان دولت و اعیان مملکت گردیده بود. میرزا تقی‌خان وزیر نظام 3 روز بعد از رسیدن خبر مرگ محمد شاه به تبریز ناصرالدین میرزا را در این شهر به مقام سلطنت نشانید و او به ناصرالدین شاه معروف شد. سن شاه جدید در این تاریخ 17 سال و 8 ماه بود. سپس به دستیاری میرزا سید جعفرخان مشیر و دوله و ضمانت 2 قنسول روس و انگلیس و چیرا که لازم بود تهیه و اسباب کار حرکت ولیعهد را فراهم نمود. در روز جمعه 19 این ماه شاه و همراهان او از سران کشوری و لشکری با سپاهیان ملزم از تبریز به سمت تهران حرکت کردند. از جانب شاه جدید شاهزاده ملک قاسم میرزا عمه او به حکومت آذربایجان و میرزا جعفرخان مشیرالدوله به کارپردازی مهام خارج منصوب و به اقامت در تبریز مأمور گردیدند. با اوضاع آشفته ای که در این تاریخ کلیه بلاد و راه‌های ایران گرفتار آن بود و عده کثیری که در رکاب شاه عازم تهران بودند، اداره امور این عده تا تهران و حفظ نظم اردو و مهمتر از همه جلوگیری از تعدیات و اجحافات نظامیانی که مدت‌ها بود به خودسری و تجاوز عادت کرده بودند امکان نداشت. امیر کبیر همان مرد بود و خواهید دید که با چه فراست و کفایتی از عهده این مهم برآمد. در قدم اول امیر به جمیع سپاهیان و همراهان شاه امر اکید داد. در عبور از دهات و زراعات مردم باید طوری رفتار کنند که دیناری به کسی خسارت نرسد. اگر احیاناً چارپای کسی در زراعت رعیتی دیده شود آن حیوان از هر کس که باشد به صاحب زراعت داده خواهد شد. حتی گفت که اگر از کسی تعدی و تجاوزی سرزند شکم او را پاره خواهد کرد و همه می دانستن که امیر مردی گزاف گو نیست. امری را که داد ممکن نیست از آن عدول کند. شاید جمعی در مقام خردگیری بگویند که امیر مردی قسی القلب و شدید العمل بوده و برای خطایی جزئی حتی پاره کردن شکم را به چیزی نمی شمرده. این نخوردگیری و حکمیت البته سطحی و ناشی از عدم تعمق در قضایی است. مردمی را که سالها بوده است به هرزگی و افسار گسیختگی بار آمده و دزدی و تعدی به مال مردم خوی ثانویه ایشان شده، با موعظه و نصیحت و وضع قوانین بدون ایمان به اجرای آنها نمیتوان تربیت کرد و در راه راست انداخت. برای حفظ انضباط و استقرار نظم و عدالت در میان عامه فاسد متجاوز جز شدت عمل و سختگیری های عادلانه هیچ راه دیگری نیست. هر کس که در چنین قبیل ممالک به اصطلاحاتی نایل آمده و مردمی جاهل و عقب افتاده را در خط صلاح و ترقی انداخته همین راه را رفته است. اینک چند حکایت در این باب به نقل از کتاب نوادر الامیر میگوییم. جناب مجدل زاکرین از میرزای قزوینی نقل می کند که قبل از ورود موکب شاهنشاه به قزوین در قافله بودم. نزدیک قزوین دوچار جمعی از قاطع الطریق شدیم و آنچه داشتیم از ما گرفتن. پس از چند روز که ناصرالدین شاه به قزوین رسید همه در معبر ایستاده به امیر نظام شکایت کردیم و محلی را که سارقین به ما حمله نمودند گفتیم. امیر نظام یکی از رؤسای سواران را که ملتزم رکاب بودند بخواست و به او بفرمود که این اموال را 3 روزه از تو می خواهم. آنگاه روی به ما نمود و گفت 3 روز دیگر اینجا حاضر شوید و اموال خود را دریافت کنید. میرزای قزوینی می گفت روز سوم تمام اموال را در حضور امیر نظام تسلیم نمودند مگر یک کیسه تنباکو که از من بود.
لیکن من سخنی نگفتم تا امیر نظام پرسید دیگر از کسی چیزی باقی مانده است یا خیر؟ من گفتم کیسه تنباکویی از من بوده و اکنون نیست. رئیس سوار را بانگ زد و از او کیسه را طلب داشت و تا پسین آن روز کیسه تنباکو را نیز آورده و به من مسترد داشتند. دنیای کتاب صوتی. قصه